بله امروز عزیزان با این عنوان شروع خواهیم کرد چون در رابطه اصلا با خدمات مسیحی فارسی زبان همین هست که چه خدماتی و چه شکلی باید اینا انجام بشه و در واقع 5 تا راهکار رو در طول سالیان سال که داریم کار میکنیم خداوند بهمون نشون داده چقدر مؤثر بوده چقدر تونستیم انجام بدیم. امروز با هم دیگه در مورد موارد صحبت میکنیم، نقص هایی که وجود داره باز و اون چی که خداوند میخواد ما یاد بگیریم و با هم انجام بدیم. یعنی ما که میگیم FCM بخشیش خود شما هستید، یعنی تعداد بسیاری از شما که پذیرفتید و خواستید و متوجه شدید که اصلا FCM ربطی به هیچ شخص خاصی نداره جز اینکه خادمین خداوند بخوان این کار رو با هم انجام بدهیم. خب میریم و با هم اولین سفرش رو که اگر بیاد بله اینجا صحبت میشه که همون در واقع 5 تا راهکارهایی که ما داریم که این میشه در واقع گسترش ملکوت و عدالت خداوند با عنوان رویایی است که خداوند به ما نشون داد. این رویا رو در بین کیا میخوایم انجام بدیم؟ در بین فارسی زبانا کجا میخوایم انجام بدیم؟ هر جا که فارسی زبانا هستن. خب و این از این هست و بعدش در واقع همونطوری گفتیم FCM جایگاهی است، شبکه‌ای است که شامل همه ماها میشه که میخواهیم که با همدیگه کار کنیم، همدیگر رو تقویت کنیم، همدیگر رو تشویق کنیم، با همدیگه دوست بشیم، همکاری کنیم و امروز در مورد همه اینها به طور خلاصه صحبت خواهد شد. چطوری؟ همونطور که گفتیم و طریق همین فراخوانی که امروز داریم، همدیگر رو بشناسیم، تعالیمی که وجود داره، تجهیزات و بالاخره آخرش ببینیم که از هم دیگه بپرسیم که یک مأموریت خاصی رو در یک کلیسای خاصی، جایگاه خاصی بتونیم انجام بدیم. اما قبل از اینکه عزیزان واقعا در مورد اینا صحبت کنیم، ببینیم خود خداوندمون با عنوان یک نمونه واقعی و نهایی چطوری خودش روی کره زمین حدود 3.5 سالی که خدمت رو انجام داد چطوری خودش انجام داد. خیلی نمونه ها تو دنیا وجود داره و خیلی ها صحبت میکنن، اما امروز میخوایم یه مروری داشته باشیم بر این نمونه ای که خود خداوند روی زمین در واقع برای ما گذاشت. خداوند عزیزان همون لحظه که اول اومد 2 سالگی 3 سالگیش حتی در 12 سالگیش با اینکه پدر مادر جدا شد و رفت توی کنیسه و مردم از دانش کلام مقدسش مبهوت شده بودن، اما هنوز برنامه‌اش رو شروع نکرد، برنامه در واقع خدمت و همون ملکوت خودش رو. و پس ببینیم خداوند زمانبندی داشت، یک زمانبندی داشت برای کار خودش و به اینکه چون دانش کتاب مقدس رو نشون داد این نبود که بیاد حالا اون خدمت رو بلافاصله شروع کنه، که گرچه میتونست، اما پس رو حکمتش و خیلی چیزهای دیگه خداوند سب کرد تا حدود 30 سالگیش برسه. و بعد شروع کرد، مثلا در ما میخونیم در کتاب یوحنا، جاهای دیگه هم همینطور، اما فقط بعضی جاها رو به طور مثال امروز گفتیم که خداوند هم شروع کرد کسایی رو که با در واقع شناخت و حکمت بی‌نهایتش میدونست میرفت سراغشون و مثل اندریاس مثلا گفت پیش که بیا و ببین، یا به متا میگه دنبال من بیا. نمونه هایی که اینجا هست و نمونه هایش رو همه رو ماها شاید بارها و بارها و بارها خوندیم. پس اولین کاری که عیسی مسیح میکرد خب دعوت میکرد، میگفت بیایید، همین کاری که ما میگیم بیایید بیایید فقط بیایید. و بعد در طول این بیایید خداوند یه کاری میکرد، اومد خودش رو یه مقدار نشون داد که خب من کی هستم اصلا. مثلا میامد بعضی ها میگفتش که آره این راز زندگی توه. خب این در قدرت خداوند این بود که این رو انجام بده و چقدر ما باش فاصله داریم خدا میدونه. و بعد همطور خودش رو یواش یواش آشکار کرد که با چه کارایی با
انواع اقسام و معجزاتی که انجام داد. مثلا این یکی از اونها رو میتونیم در یوحنا باب 2 آیه 11 که و بقیه آیات بخونیم که چطوری خداوند تو اون عروسی آب و تبدیل به شراب کرد. خب یه مقدار خودش رو دوباره آشکار کرد. و بعد میبینیم جلوتر یواش یواش خداوند از طریق چیزهای دیگه در واقع شفاها، در واقع بخشش و اخراج ارواح شریر از آدم ها و در واقع برخواستن مرده ها که به شکلهای مختلف بود و خیلی از کارهای دیگه اومد گفت این ملکوت منه، این اینطوری میشه توی ملکوت من. و بعدش میبینیم که میاد به طور خیلی مشخص خودش رو نشون میده اصلا من کی هستم. در دیگه در مثلا در یوحنا باب 5 آیه 18 و جاهای دیگه هم اینو میبینیم که خداوند دقیقا مشخص میکنه که من همون خالق یا خدا هستم که شماها نام میبرید. پس ببینیم عزیزان در اینجا به ترتیب خداوند چه کارهایی میکنه، ولی خب اینا بعد در نظر داشتیم چقدر ما در واقع میتونیم از قدرت‌های واقعا خدا در ما هست، مثلا مثلا راز آدما رو بتونیم بگیم، چقدر میتونیم معجزه کنیم، چقدر میتونیم شفا بدیم، چقدر میتونیم ارواح رو بیرون کنیم، چقدر میتونیم در واقع مرده ها رو برخیزانیم. همه اینا در واقع میتونه باشه، ولی خب ما خیلی فاصله داریم با در واقع خداوندمون. اینم بعد در نظر داشته باشیم که خیلی مهم هست. و بعد تعالیمم هست که میبینیم به شکل عمومیش میاد خداوند صحبت میکنه، مثلا در موعظه بالای کوه، یا به شکل خیلی خصوصی با بعضی از شاگردای خودش که برمیگردن و سوال میکنن، میگن مثلا منظور تو ای خداوند از این مثل این چی بود اصلا. پس یکی دیگه از کارهایی که خداوند میکرد که خیلی مشخصه که اینجا میبینیم تیچینگ و همش و حرفاش رو بزرگ کردیم، نشون دهنده اینه که بخش بزرگی از مینیستری و خدمت ما روی زمین و بین ما تعالیم هست. اما غیر از اون چیزهای دیگه هم هست. خداوند با شاگرداش راه میره. بازم میبینیم که کلمه واکینگ رو با همش و حروفاش رو بزرگ کردیم که چقدر مهمه که فقط تعالیم نباشه، بلکه بتونیم با عزیزانی که باهاشون در تعالیم هستیم باهاشون راه بریم و به عنوان چی؟ به عنوان یک نمونه کامل. وگرنه خب خیلی از آموزش ها میتونه از کتاب مقدس یا جاهای دیگه خیلی راحت باشه. و بعد بله شاگردای خودش و خداوند در واقع این قدرت بهشون میداد که بتونن برن همون چیزی که بالا صحبت کنیم، برن معجزه کنن، برن در واقع ارواح شریر رو بیرون کنن، برن شفا بدن و بشارت بدن. همه این قدرت ها رو خداوند بهشون میداد. ولی بعد میبینیم خداوند در این حال اونها رو خدمت میکرد. حتی به جایی رسی که در یوحنا باب 13 میخونیم که پاهای شاگردار رو شست، که در مورد این مسئله حالا بعدا بیشتر صحبت میکنیم. و بعد میبینیم وقتی که تمام این کارا رو خدا میکنه، یعنی میاد خودش رو مشخص میکنه، خب من کی هستم، و به بچه هاش تعلیم میده، به شاگرداش، به دوستاش تعلیم میده، اونها رو تجهیز میکنه، باهاشون راه میره و بالاخره حالا میگه حالا برید. برید چیکار بکنید؟ همین کاری که من دارم انجام میدم. برید از ملکوت من با مردم صحبت کنید، بگید ملکوت آمده است. و بعد میبینیم خداوند خب بازم پری، بازم حرفاش بزرگه که اینجا به شکل دعا هست. دائم خداوند این دعا رو انجام میداد به شکل هم خودش هم در کنار شاگرد، چون حتی تعلیم میده این دعا رو. و بعدم ببینیم در آخر دیگه در نزدیکای آخر کار خدمتش خداوند میاد و میاد معبد خدا رو تمیز میکنه. از میگه اینجا جای دادستت و این برنامه ها نیست. اینجا معبد یک پایه ایست برای در واقع نشون دادن ملکوت خدا و چیزهایی که مربوط به این ملکوت و عدالت خدا میشه. خب این پس یک پایه بود از آن که ببینیم به عنوان خود خداوندمون عیسی مسیح چطوری این خدمت رو روی زمین
برد جلو و این رو به ما سپرد. اما برگردیم به خودمون دوباره، به FCM و این پنج در واقع راهکاری که در راه در واقع گسترش ملکوت و عدالت خدا در میان اقوام فارسی زبان ما داریم به کار میبریم. خب دعوت، این کاریست که داریم انجام میدیم تا هر ما تقریبا دو بار و شما عزیزان رو در خدمتتون هستیم. همدیگر رو بشناسیم، برای همدیگه دعا بکنیم که این کار داره انجام میشه و در این شناخت بعض وقتا بعضی هامون یه خود طول میکشه برای اینکه از هم دور هستیم، ولی نیازمند این شناخت هستیم. از همدیگه هم سوال خواهیم کرد که میتونه خیلی مهم باشه. اما بریم قسمت بعدی، تعالیم هست که تقریبا هر جلسه در اینجا انجام میشه و همطور بعضی از تعالیمی که شما عزیزان دارید یا عزیزان دیگه که الان اینجا نیستند ولی خدماتی دارن در واقع اون کانال تلگرامی FCM گذاشته میشه. بنابراین پس شامل این تعالیم میشه که ما بتونیم اون پایه‌های در واقع کاری که داریم انجام میدهیم و به همدیگه یاد بدیم، همدیگر رو تشویق بکنیم و بالاخره تجهیز و قدرت بخشیدن به این خادمینی که بعد میگه آره ما هستیم. شامل چه چیزایی میشه؟ بتونیم اون موانع رو از جلوی پاهاشون برداریم. خداوند موانع رو برداشت با شفا دادن، با اخراج ارواح و همینطور تعالیم باهاشون راه رفت و بعد همه اینا میتونه تو اون تجهیز و قدرت بخشیدن باشه. که امروز صحبتی که ما میخوایم انجام بدیم در مورد FCM تو این قسمت equipping و empowering خیلی زیاد میخوایم صحبت بکنیم که ما این چه خدماتی رو باید انجام بدیم، بتونیم به وسیله خداوند و به وسیله خودمون که اینجا هستیم. یه سری موانع روحی و معنوی هست باید برداریم، یه سری موانع‌های فیزیکی هست که باید برداشته بشه و بالاخره بتونیم خادمی رو تجهیز بکنیم از نظر مالی، از نظر آموزشی، از نظر ساختمونی، از خیلی نظرهای دیگه‌ای که همه خادمی نیازمند هستن. گفتیم پس این از طریق خداوندمون روح القدس انجام میشه و همینطور از طریق خدماتی که روی زمین هستن، از طریق بسیاری از شبکه‌ها و سازمان‌های مسیحی که همکنون دارن خدمت میکنن. و بالاخره در آخر هست که به یه جاهایی میرسیم، متوجه میشیم که این کلیسا میتونه یه سری پروژه های انجام بده یا میتونیم اون رو در کاری که داره انجام میده حمایتش کنیم که کار خوبی که داره انجام میده بتونه این رو به جلو ببره. پس گفتیم امروز صحبت اصلی رو میخوام بزنیم تو قسمت چهار، قسمت تجهیز نمودن، که این کار رو بیشتر متوجه بشیم که چی جوری هست و چه مواردی توش گنجانده شده توسط کلام خدا، توسط نمونه که خود خداوندمون انجام داد و ببینیم چطور هست. اما قبل از اینکه برسیم به اینکه عزیزان ما چطوری میخوایم همدیگر رو تجهیز بکنیم، خیلی مهمه که به اون پایه رابطه‌مون پی ببریم. چجوری می‌خوایم با هم کار بکنیم؟ چجوری می‌خوایم همدیگر رو بشناسیم؟ چجوری می‌خوایم همدیگر رو تجهیز کنیم؟ چجوری می‌خوایم به همدیگه مأموریت بدیم؟ چطوری می‌خوایم نسبت به همدیگه پاسخگو باشیم و دنبال کارا باشیم؟ این پایه رو باز طبق کلام خدا داریم. یه چیزی نیست که از خودمون درآورده باشیم. باید بین ما یک در واقع احترام، یک در واقع اطاعت نسبت به اون چیزی که داریم یاد میگیریم باشه، چون خودمون به عزیزانی که تو کلیساها یا تو سازمانامون دارن کار میکنن میگیم که ما هم این انتظارات رو داریم. پس نه تنها ما از مردم انتظار داریم که تو کلیساهامون میان یا تو خدماتمون هستن، میگیم احترام، اطاعت و حتی سکریفایس چی هست؟ از یه سری مسائلی که داریم، از زمانمون، پولمون، جانمون، هر چی که هست، این
پایه باید وجود داشته باشه. اگر این پایه وجود نداشته باشه عزیزان، خیلی کارا ممکنه بکنیم که شده در نه تنها بین فارسی زبان ها، بلکه بین خیلی از ملل دیگه، و خیلی بعدش هم خراب شده. ولی این پایه باید باشه. حالا یه خود با هم بیشتر کار میکنیم. خود خداوند در متی باب 20 میگه در و آیات 28 داریم، میگه که اینو بدونیم که فرماندارها یا قدرتمندهای یا حاکمین غیر یهودی بر آدمای خودشون زده دستشو خداوندی میکنن، اما این اینطوری نباید بین شما باشه. و اونها در واقع یه جوری تسلط دارن بر اون آدمایی که در واقع کنارشون هستن، اما این بین شما نباید انجام بشه. این یکی از پایه هاست. این پایه بعدش خداوند ادامه میده که میگه که هر کی میخواد بین شما بزرگتر باشه، هممون هم بلدی، باید خادم شما باشه. خب خادم، اگه کسی میخواد خدمت به ما بکنه، باید توش مثل یه خدمتگزار که یه جایی ما میریم همش احترام میذاره، همش فروتنی میکنه. خب اگر پس میخوایم این بین ما انجام بشه، این پایه در واقع احترام و فروتنی باید به بین ما باشه. اگر اینا انجام نشه عزیزان، کار ممکنه یک چیزی رو بسازه، اما چون رو پایه احترام و فروتنی نیست، میتونه خراب بشه. و بنابراین هم احترام هست، هم اطاعت هست، هم ولی اطاعتی که همراه با فروتنی از دو طرف هست. کار ما این نیست که به همدیگه خداوندی کنیم یا به همدیگه بی احترامی کنیم. و آخرش خداوند اینو میگه، میگه اگر میخواید اول باشیم، یعنی همیشه ما اول باشیم، باید حالت برده داشته باشیم. کدوم از ما میتونیم ما واقعا حالت برده یا تمام وجودمون رو برای انسان را بذاریم؟ من فکر نمی کنم هیچ انسانی جز خداوند وجود داشته باشه که اومد انسان شد و تونست این کار رو بکنه. پس ما اون قسمت دوم رو میتونیم انجام بدیم، یعنی میتونیم با همدیگه کار کنیم و بگیم نه، ما هیچ کدوم نمیتونیم اول باشیم، اولمون سرمون خداوندمون مسیح است، و ما با همدیگه در احترام، در اطاعت، و اگر جاهایی لازم باشه بتونیم یه چیزایی رو سکریفایس کنیم یا قربانی کنیم تو زندگی همون. مثلا وقتی که الان شما گذاشتید، زندگی دارید، کار دارید، خدمت دارید، هممون. و بالاخره در اینجا سوال این هست، آیا ما آماده هستیم؟ نه زندگیمونو به هیچ عنوان، چون نمیتونیم. شاید هم یه روز بتونیم، اما میتونیم قسمتی از داراییمونو، زمانمون رو در اختیار دیگرانی قرار بدیم که نه توی دایره خدمتی خودمون هستن، نه در کلیسای خودمون هستن، نه در شبکه خودمون هستن، نه در کلیسای ما هستن، نه در سازمان ما هستن. آیا حاضر هستیم؟ این چیزی بود که خواستیم اینجا در مورد این پایه ارتباطیمون با هم صحبت بکنیم. پس بنابراین ما میتونیم پروژه های بسیار بسیار خوبی داشته باشیم تو ذهنمون به عنوان یک رویا یا به صورت عملی، اما ما اینطوری فکر میکنیم که اگر این پایه ها نباشه، اون پروژه های خیلی عالی نمیتونه کاربرد درستی داشته باشه و در نهایت میریزه رو هم و از بین میره. و همین تجهیز و قدرت بخشیدن رو از طریق در واقع خدمات زمینی ما میخوایم امروز بیشتر باهاش صحبت بکنیم. این رو در متی مثلا باب 20 آیه 1 تا 16 داریم میبینیم که خداوند میاد اونجا مثال میزنه و میگه که ملکوت خدا مثل اون صاحب خونه ایه که میره و میره چکار میکنه برای باغ خودش، برای باغ تاکستان خودش، یه سری رو چکار میکنه، هایر میکنه یا استخدام میکنه. بنابراین بخشی از خدمات FCM یا خدماتی که بقیه عزیزان شبکه ها میخواییم با هم انجام بدیم اینه که بله، یک تیکش هم اینه که بریم و استخدام بکنیم. واقعا تشخیص رو دادیم، شناخت رو پیدا کردیم و اون چیزایی رو که بعد در خدمت در اون فرد ببینیم پیدا کردیم، باهاش راه رفتیم و یه سری تعالیم رو پیدا کرده، احترام سر جاشه، اطاعتش سر جاشه، قربانیهاش سر جاشه، میگیم خب حالا این آماده است که چیکارش کنیم؟ استخدامش کنیم.
و بعد می‌بینیم که خداوند خودش میاد اینی که اول ساعت اول و ساعت چندم و ساعت چندم بوده همه رو به یک به صورت مساوی به اینها چیکار میکنه در واقع به این کسایی که استخدام کرده اون حقشون رو دستمزدشون رو بهشون میده که این مسئله یک خیلی مهمی است که عزیزان بتونیم اینم در خدماتمون در نظر داشته باشیم که خیلی جاها اینطور نیستش، یعنی این مساوی بودن وجود نداره. و بعد اینکه در آخر توی یکی از آیات 13 میبینیم که خداوند وقتی یه نفر اعتراض میکنه خداوند میگه ببینید من با شما این در واقع قرارداد رو داشتم، پس خیلی مهمه که این قرارداد باشه. ما همینطوری یک عزیزی رو، یک خادمی رو همینطوری نیاریمش، حتما با قرارداد باشه، باهاش مشخص صحبت بکنیم که چه وظایفی داره میخواد انجام بده، چه جوری باید انجام بده، چند ساعت بعد انجام بده، چقدر چه دستمزدی داره. این چیزاییه که خداوند داره با ما یاد میده. پس استخدام وجود داره با طبق کلام خدا، برابری خوبه که ما در نظر داشته باشیم و حتما قراردادم تو این در واقع استخدام ها وجود داشته باشه که همه چی به خوبی و خوشی و سلامتی باشه. و بعد خب ادامه میدیم در اینجا میبینیم خود خداوند میاد میگه که باز دوباره این ملکوت خدا به مانند یه تاجریه که میره دنبال مرواریداست و وقتی که اولین مرواریدو پیدا میکنه به عنوان یک چیز با خیلی با ارزش میره و هر چی داره چیکار میکنه؟ میفوشه تا بتونه اونا رو به دست بیاره. خب پس حالا ببینیم ماها اگر واقعا داریم آیا میتونی اینو تو توی خدماتون برای خداوند برای گسترش ملکوت و عدالتش به کار ببریم؟ و همینطور خداوند ادامه میده و میگه که تو یک مسئله دیگه که میگه که مثل این میمونه توی متی 21 میگه خداوند که این که به عنوان یه صابخونه دوباره وقتی که صابخونه میاد تاکستان خودش رو در واقع کش میکنه میره و میگرده دنبال این که بتونه یک در واقع انگورکوبی رو اونجا بگذاره و میره و بعدش وقتی این کارا رو انجام داد میره و چیکار میکنه؟ این رو به اونایی که در اون باغ میخواد قرار بذاره قرار میگذاره، میخواد بهشون در اختیار اونها قرار میده. یعنی چی اصلا؟ اون چی که من فهمیدم و در تفاصیل میبینم که خداوند پس همه این سازمان ها، شبکه ها، کلیسه ها رو در واقع خودش در واقع باید سرش باشه که اینها رو میسازه و بعد در اختیار ما قرار میده، در به ما میسپره که ما این مال ما نیست. بنابراین هیچ سازمانی از جمله FCM و هیچ شبکه، هیچ سازمانی، هیچ کلیسای متعلق به هیچ انسانی، بلکه متعلق به خود خداست، اگه خود خداوند درست کرده بود. و بعد میبینیم که خداوند اینو ادامه میده، میگه خب اگه میخوام شروع بکنیم این رو، این خدمت رو، و حالا طرف به صورت استخدام شده یا به صورت داوطلب هست، از کوچولو شروع بکنیم، یه چیز کوچولو بهش بدیم ببینیم چی جوریه، آیا واقعا وفادار هست به خاطر اون کار خدمت کوچولوش یا اینکه نه از همون ابتدا صحبت از غرور هست و اینکه من الان میخوام کارهای بسیار بزرگ انجام بدم. بنابراین این در کار ما این که داری با هم انجام میدیم هم نقش مهمی داره، یعنی از یک خدمت کوچیک با عزیزان شروع بکنیم و بعد نظارت بکنیم و تشویقش بکنیم، دوباره یادش بدیم، باهاش راه بریم و بعد وقتی که دیدیم اون در یک چیز کوچیک مسلما وفادار هست، مسلما میشه بهش چیزهای بزرگتر نیست داد و سپرد. پس یک، تمام اون چی که ما از استعدادها، دارایی‌ها و خدمات داریم تو زندگیمون، این مال ما نیست به هیچ عنوان، بلکه به ما سپرده شده یه جورایی. خداوند این لیاقت رو به ما داده، به ما گذاشته که ما بتونیم اینو با وفاداری در یک جهت، در جهت در واقع انجام اراده مسیح به کار ببریم. و در آخر عزیزان فقط یه سری
جملاتی است که میتونه یه مقدار برای ما با احتیاط حواسمون باشه روش دقت بکنیم. بعضی از عزیزان اینجا که هستن شاید نمیدونم، من وقتی که دوشنبه دعا کردیم در قسمت دعای FCM بعضی از این جملات رو خداوند خواست که تغییر بدم، خدا رو شکر به دعاهایی که شد. اما در یوحنا باب 10 میگه حواسمون باشه که بعضی وقتا ما در واقع یک شبان رو استخدام نمی کنیم، بلکه میایم یه نفر که مزدوره استخدام می کنیم. یعنی چی؟ این خیلی مهمه که پس هر کسی رو که حواسمون باشه بعضی ها شبان نیستن، در حالی که فقط این یک طرف فقط دنبال پولی هست و بلافاصله وقتی یه چیزی اتفاق میفته و یه گرفتاری میشه همه رو میذاره و تمام گوسفندا رو در واقع در این کلام میگه میذاره و فرار میکنه میره، برای اینکه اصلا این شبان نبوده از طرف خداوند. این همینطور فقط خواسته بگه که منم هستم. پس خیلی مهمه که عزیزان دقت کافی داشته باشیم. باز همون مسئله شناخت هست، راه رفتن هست و در واقع تجهیز کردن هست و بررسی کردن هست که اشتباه نکنیم، که ممکن ما کسایی رو پیدا بکنیم در این خدماتمون که هم شماها که در خدمات مختلف شبکه دارید یا کلیسا یا FCM کسایی رو پیدا کنیم که مثلا منو شخصا خیلی دوست داره، میگه ببین من تو رو کشیش فلانی یا آقای فلانی تو رو خیلی قبول دارم و تحت تاثیرش قرار بگیریم و در واقع گاهی اوقات فقط یک مزدور رو ماچکار کنیم استخدام بکنیم و به جایی که یک واقعا شبان باشه و ممکنم خیلی از ما اطاعت بکنه، اصلا کامل هر چی بگیم گوش بکنه، اما شبان نباشه. و این مسئله است که طبق کلام خداست که باید در نظر داشته باشیم اینجا. خب و بالاخره آخرین قسمت که داریم اینجا، خداوند میخواد از همه ماها که دوباره مواظب باشیم، عزیزان حواسمون باشه که بالاخره یه جاهایی میرسه که توی خدماتمون واقعا برکت خیلی میاد، انسان‌ها دورم جمع میشن، برکت‌های زمینی میاد، خیلی چیزا میاد. حواسمون باشه که خدا میگه اونجا یهو مس دنیا و پرخوریش و مثلا مست مردا و زنان و مست آدمایی که از ما چابلوسی میکنن مست این مسائل نشیم و همینطور مواظب باشیم. گاهی اوقات میتونه تو این خدمات مشکلات و دردسرها و نگرانی های زندگی خودمون هستن بیاد سراغمون و همه ما با این مسائل آشنا هستیم، ولی خدا میگه خب حواستون باشه که این چیزها توی خدمات ما نباشه، وگرنه میتونه مثل یه دام و خداوند جالب میگه و خیلی میتونه suddenly یعنی یک دفعه ناگهان مثل یک دام همه زندگی ما رو در خودش بگیره، ماها رو نابود کنه. پس خیلی مهمه که بتونیم با امید خدا و به یاری روح القدس خداوندمون یک زندگی ساده و متعادل رو داشته باشیم و سعی کنیم هر وقتم که در نام مقدس مسیح گرفتاری، فکری، چیزی پیش میاد باز طبق کلام خدا تمام اون نگرانی‌هامون رو روی صلیب مسیح بریزیم و بگیم خداوند تو هستی که باید از ما حمایت بکنی و به فکر ما باشی.